سلام، من آرشم، اینجا کانال پرژن پویتری و اگه دارید من رو میبینید از علاقه‌مندان به شعر و ادب پارسی هستید، پس علاوه بر این که دعوتتون میکنم به تماشای این پست، پیشنهاد میکنم این یه دونه رو اصلا از دست ندید. خب همونطور که عرض کردم پیشنهاد میکنم این پست رو به هیچ عنوان از دست ندید و اگر حتی اطرافتون متعصبان دوگمندیشی رو هم دارید که بدون توجه به نبوغ او حافظ رو صرفاً یک عارف آسمانی میدونن که نشسته پند و اندرز میده، حتما این پست رو براشون ارسال بکنید و دعوتشون بکنید که این پست رو ببینن، چون نه من، حافظ خودش این قائله رو خاتمه داده. که حالا عرض میکنم خدمتون چرا اب نداره، بگید ببینن، احتمال داره که زیر این پست هم مجددا من فوش و فضاحتم بشنوم، اب نداره به عهده میگیرم، اما خود حافظ قائله رو ختم کرده که عرض میکنم خدمتون چرا. ترجیح میدم برای دوستانی که حافظ رو در زمره عرفا و اشعارش رو هم در دسته و رسته اشعار عرفانی قرار میدن یک توضیح مختصری در رابطه با تاریخ عرفان عرض بکنم. ببینید عرفان دو دسته و رسته اصلی داره، عرفان خائفانه و عرفان عاشقانه. یعنی در ابتدا عرفان خائفانه بود که خب غزالی پیگیری میکرد و وقتی که خدا رو برای شما تفسیر میکرد و میگفت اگر عارف در قامت یک عارف خائف، یعنی عرفان خائفانه، مواجه بشه با خداوند، باید مثل بید به خودش بلرزه، یعنی همیشه باید خوف داشته باشه از او و همیشه در مقابل خداوند شرمسار باشه با سری پایین به خاطر اعمالش. که این میاد جلوتر عرفان سفت و سختی بود، یواش یواش میاد جلوتر، میرسه به بوسعید ابوالخیر با مکتب عرفان عاشقانه که خب مولانا اون رو به قله میبره و خب عملا در دیوان شمس وقتی که شما دیوان کبیر رو مطالعه میکنید خداوند یک معشوقه و دیگه الان در قامتی قرار داره که عارف یا مخلوق میتونه عشق بورزه بهش، در صورتی که در عرفان خائفانه از خبران نبود، شما در قامتی نبودی که بخوای عشق بورزی به خود، شما فقط شرمسار باش و خائف باش و فقط بترس از عقوبت. در عرفان مولانا یعنی عرفان عاشقانه از این خبرها نبود و او عشق میورزید به خدا و معتقد بود که شما باید نزدیک بشید به خدا و عشق بورزید و او رو دوست داشته باشید، اما کماکان او معتقد بود که شما شکایتی نباید از خدا داشته باشید، شکر و شکایتی نباید داشته باشید، شما مطیع باشید و تلاشتون بر این باشه که خودتون رو به درگاه او نزدیک بکنید و روش این نزدیک شدن رو هم در مثنوی معنوی برای شما شرح میده. خب اونجا حالا مفصل من دارم مثنوی رو هم جلو میبرم، قطعا دیدید چند اپیزودی یا 12 اپیزودی رو ازش ضبط کردیم، اونجا روش هایی رو پیش میگیره، میگه شما باید تزکیه نفس بکنید، شما رو تشویق میکنه به روزه داری، شما رو تشویق میکنه به خاموش بودن، شما رو تشویق میکنه به ریاضت دادن جسم و از این قبیل مسائلی که حالا در اشعار مولانا بهش خواهیم پرداخت. اما اصلا پیش حافظ از این خبران نیست، یعنی شما در دیوان حافظ به هیچ عنوان صفات عالم قادر جبار قاهر علیم حکیم و این حرفا رو نمیبینید، فقط دو صفت، غفور رحیم، ولا غیر و سلام. یعنی اصلا حافظ در این قامت بر نمیاد که به شما بگه شما باید صرفا مطیع باشید و هیچ شکایتی هم از خداوند نکنید، نه. به همین دلیل هم هست که عرض میکنم حافظ در هیچ کدوم از اون دو دسته‌ای که عرض کردم خدمتتون نمیگنجه. به همین دلیل شما نمیتونید حافظ رو عارف خطاب بکنید، حافظ رو باید حکیم خطاب بکنید، حکیمی که از قضا یک شاعر نخبه بود. چرا؟ عرض میکنم خدمتتون، یکیش نگاه به گناه هست. در هیچ کدوم از اون دو دسته‌ای که عرض کردم عرفا به شما اجازه نمیدن که شما گناه بکنید. در دسته اول که عرفان خائفانه بود که عرض کردم که گفتم شما باید مثل بید بلرزید از ترس عقوبت، اصلا گناه چی؟ این حرفا کجا بود؟ در دسته عرفان عاشقانه که میرسین به مولانا همینطور نیست که به شما اجازه گناه بده، میگه اصلا شما باید تزکیه نفس بکنی، شما باید هوای نفست رو بکشی، شما باید نفست رو در بند بکنی و روحت رو آسمانی بکنی. اصلا نفس رو که در بند بکنی دیگه اصلا گناه معنی نمیده. اصلا و ابدا پیش حافظ از این خبرها نیست. حافظ معتقده که گناه رو خود خدا خلق کرده و فلسفه هم داشته پشتش که خلق کرده. به همین دلیل عرض میکنم حافظ حکیم هست، یک حکیمه که شاعر نخبه است. حافظ ظلم میزنه تو چشم متعصبان و دوگمندیشان و زاهدان، میگه شما که نشستید
منبر میرید که درس و وعظ بدید که گناه نکنید، اگر گناه کردید بلافاصله باید استغفار کنید، توبه بکنید، از اون ورم یه ذره پارو بذارید فراتر برید، امر به معروف هم بکنید، نهی از منکر کنید، سرتون رو بکنید تو کار بقیه، ببینید بقیه چی کار میکنن، به زور خیرشون رو بگیرید وردارید ببرید بهشت. نگاه میکنه میگه شما خودتون که نشستید و دارید درس و وعظ میدید حاصل دو تا گناه هستید. یک، گناه اول از سمت شیطان که سجده نکرد به انسان. دو، زمانی که انسان سیب ممنوعه رو چید و خورد و از بهشت هبوط پیدا کرد و اومد روی زمین. اصلا اینکه شما به وجود اومدید، فرایند وجودی شما که الان نشستی روبروی من داری صحبت میکنه حاصل دو تا گناهه. بنا شما نمیتونی بگی که گناه این شکلیه که شما ترسیمش میکنی. و حافظ نگاه خودش رو به گناه داره. هاتفی از گوشه میخانه دوش گفت ببخشند گناه، می بنوش. لطف خدا بیشتر از جرم ماست، نکته سربسته چه دانی، خموش. میگه هیچ گناهی نیست که بزرگتر از محبت و بخشش خداوند باشه. بنابراین اصلا خدا این گناه رو خلق کرده که ما گناه بکنیم و او ببخشه. توپو میندازه توی زمین خداوند. حالا عرض میکنم خدمتون چرا. یک پیج شعر رو من جدا کردم از حافظ در رابطه با این موضوع. میگه سهو و خطای بنده گرش اعتبار نیست، معنی عفو و رحمت آمرزگار چیست یا پروردگار چیست؟ زاهد شراب کوثر و حافظ پیاله خواست، تا در میانه خواسته کردگار چیست؟ میگه اگر شما صفت غفور به خداوند میدید، صفت بخشنده به خداوند میدید، داخل اگه من نوعی گناه نکنم چه شکلی میخواید این صفت رو به خداوند بدید؟ چی رو ببخشه؟ بنابراین فلسفه ای هست پشت گناه. اصلا هست که من بکنم که خدا ببخشه. اگه من گناه نکنم صفت غفور برای خداوند تعریف نمیشه و از بیخ و بنیان غلط میشه. بنابراین حافظ گناه رو یه چیزی نمیدونه که حالا بهتر میبود که نمیبود، اگرم کردی سری برو توبه بکن. نه، فلسفه ای پشت گناه هست که حالا جاش اینجا نیست صحبت بکنم. از نظر من حافظ گناه شناس ترین شاعر دوران ما بود که حالا عرض میکنم خدمتون چرا. بگذاریم اینا، خیلی پست طولانی نکنم چون غزل هم نسبتا طولانیه، میخوام خیلی مختصر براتون توضیح بدم غزل رو. بریم غزل رو بخونیم. در غزل 22 دیوان حافظ رو میکنه به متعصبان و میگه چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست، سخن شناس نی جان من خطا اینجاست. سرم به دنیای عقبی فرو نمی آید، تبارک الله از این فتنه ها که در سر ماست. در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خموشم و او در فغان و در غوغاست. دلم ز پرده برون شد کجایی ای مطرب، بنال هان که از این پرده کار ما به نواست. مرا به کار جهان هرگز التفات نبود، رخ تو در نظر من چنین خوشش آراست. نخفتم ز خیالی که میپزد دل من، خمار صد شبه دارم شرابخانه کجاست؟ چنین که صومعه آلوده شد ز خون دلم، گرم به باده بشویید حق به دست شماست. از آن به دیر مغانم عزیز می‌دارند که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست. چه ساز بود که در پرده می‌زد آن مطرب، که رفت عمر و هنوزم دماغ پر ز هواست. دماغ درسته، دماغ هم درست. ندای عشق تو دیشب در اندرون دادند، فضای سینه حافظ هنوز پر ز صداست. بریم برگردیم تفسیرش میکنیم. خب همونطور که عرض کردم حافظ تخمین میزد به خاطر نبوغ عجیب و غریبش در سرودن شعر و صنعت ایهامی که دائما استفاده میکرد در اشعارش و دو پهلو صحبت میکرد، احتمال این رو میداد که ممکنه بعدها مصادره مطلوبش بکنن و به نحوی تفسیرش بکنن که حرف حافظ رو زیر پا بذارن. همونطور که الان شما میبینید یه سری متعصبانی که حافظ رو تفسیر میکنن مشرق رو نشون میدن میگن مغربه. بعد شما میگی عزیزم این چیزی که داری جهتی که من نشون میدی، چیزی که حافظ داره میگه، میگه مشرقه. میگه نه تو حالیت نیست، این مغربه.
شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت هست، بنابراین حافظ با ایهام صحبت کرده، پس مشرق رو نشون داده ولی منظورش مغربه. اینجا خیلی رک و بی‌پرده باشون صحبت کرده و در اون مایه این غزل نشون میده که حافظ این غزل رو در اواخر عمرش سروده، بنابراین قابل استناد هست. میگه چو بشنوی سخن اهل دل، مگو که خطاست. سخن شناس نی جان من، خطا اینجاست. این اهل دل یعنی همون رندان، عاشقان، عاشقان شعر و ادب و عشق و طرب و عشق ورزیدن و در حقیقت رندی کردن هست. کسی که خودش رو میتونه با حوادث اطراف و پیرامون خودش هماهنگ بکنه، یعنی میتونه همزیستی مسالمت‌آمیز داشته باشه در کنار کسانی که به نحوه دیگری فکر میکنن، جنبه شنیدن نظر مخالف رو داره و تحمل تفکر و تعمیق در رابطه با نظر مخالف خودش رو هم داره. خشک مغز نیست، عبوس نیست، خودش رو حق مطلق نمیدونه، بقیه رو باطل مطلق. این نیی هم یعنی نیستی. بنابراین معنی بیت اینه که چو بشنوی سخن اهل دل، یعنی زمانی که تو این سخن رندانه حافظواری مثل من رو میشنوی، سخن من حافظ رو میشنوی، سخن کسی که مکتبش عشق ورزیدنه و گناهش آزار رسوندن به بقیه و ریاکاری و از این دو دوری میکنه، اینو با دقت گوش کن سخن منو، حواستو جمع بکن، سعی بکن معنی و مقصودش رو پیدا بکنی، اونجوری برداشت نکن که خودت دلت میخواد. بنابراین اگرم اونجوری که تو دلت میخواد نبود، دردم مخالفت نکن، بگو خطاست. چون بشنوی سخن اهل دل، مگو که خطاست. این چو یعنی تا میشنوی نگو خطاست. شاید تو اینجوری نمیپسندیش، شاید تو نمیخوای اینجوری فکر کنی، و اگر بلافاصله بگی خطاست، سخن شناس نی جان من، خطا اینجاست. تو سخن شناس نیستی، تو اصلا گوش دل نداری که فرا بدی به سخن من ببینی چی میگم. اصلا بحث من نیست که تو نمیفهمی، تو مثل که قرار نیست بفهمی، خودت رو به نفهمی زدی. بنابراین خطای تو و ایراد کار تو اینجاست، در این جستجو کن اگر حرف من رو خطا میدونی. و یکی از ویژگی‌های حافظ اینه که اصلا با اینا سر مجادله نداره، وقت میدونه کسی استعداد درک سخنش رو نداره اصلا رهاش میکنه. جای دیگه میگه سر تسلیم من و خاک در میکده ها، مدعی گر نکند فهم سخن، گو سر و خشت. در بیت دوم یه دو سه قدم هم میره جلوتر، میگه سرم به دنیا و عقبی فرو نمی آید، تبارک الله از این فتنه ها که در سر ماست. لذت هم میبره از دیدگاه خودش. دنیی یعنی دنیا، همون دنیاست، دنیی خونده میشه به خاطر اینکه لطمه نخوره به وزن شعر، همین شکلی هم نوشته شده. عقبی هم یعنی همون عقبا، یعنی آخرت و عاقبت. تبارک الله هم یعنی آفرین، مرحبا. فتنه هم به معنی آشوب و شورش هست، در عربی به معنی آزمودن هم هست، اما اینجا معنی همون آشوب و شورشه. معنی بیت اینه که سرم به دنیا و عقبی فرو نمیاد، من سر نه جلوی دنیای شما خم میکنم، نه جلوی آخرت شما، نه اسیر دنیا و این ظاهر فریبندش میشم و دلبستش میشم، نه امیدی هم مثل شما به عاقبت و روز رستاخیز دارم، نه طمع دنیا دارم، نه طمع بهشت و اونور دارم مثل شما زاهدانی که اینور تجارت میکنید، به خودتون زهد و تقوا میدید و نمیدونم ریاکاری میکنید، اگرم ریاکاری هم نکنید و زاهد اصیل باشید، خودتون رو از نعمتهای دنیا محروم میکنید که اونور برید از خدا بهشت بخواید. نه من این دنیاتون رو میخوام، نه اون بهشت رو میخوام. و بعد در انتها لذت میبره، تبارک الله از این فتنه ها که در سر ماست. میگه من مرحبا به این شورش و عصیانگری که من پس پرده ذهنم دارم، که نه دنیا پرستم، نه چسبیدم به دنیا و نه آخرت پرستم، از این فرصت و غنیمت میشمارم و زندگی میکنم. حقیقت هم همینه، حقیقت اینه که حافظ عصیانگره، حقیقت اینه که حافظ شورشیست و دنیا رو از دریچه خاص نگاه خودش میبینه. من بارها در غزلهایی که از حافظ تفسیر کردم به این نکته اشاره کردم که او هیچ بوردرلاینی نداره، او سر مرز هیچ مذهب و هیچ دسته و گروهی قرار نمیگیره، هیچ چیزی حافظ رو محدود نمیکنه و او همه چیز رو به ورطه تردید میکشه و در مورد همه چیز سوال میکنه. او دنبال منفعت و عافیت بهشت و آخرت نیست و معتقد کسی که این مدلی فکر میکنه جویای حقیقت نیست،
کسی که خطا نمیکنه و گناه نمیکنه و ریسک این رو به جون نمیخره که دنبال حقیقت نیست، ولی کسی که دنبال حقیقته همه چیز رو به ورطه تردید و شک میکشه، راجع به همه چیز پرسشگری میکنه. به همین دلیل هم میگه تبارک الله از این فتنه ها که در سر ماست، به همین دلیل هم خودش عصیانگر و شورشی میدونه، چون عصیان میکنه، چون شورش میکنه. اگر بخوایم از دیدگاه همون مذهبیون به ماجرا نگاه بکنیم که آدم و حوایی بودن که به واسطه اینکه از قوه اختیارشون استفاده بکنن اون گناه رو کردن و سیب رو خوردن و اومدن به این جهان، از بهشت هبوط کردن و نزول کردن به این جهان، خلفترین و سربراهترین فرزند این آدم و حوا همین حافظه. این خطا و گناه ایجاد فهم میکنه، اصلا فلسفه فهم از اشتباه میاد که اونجا عرض کردم براتون یک فلسفه پشت دیدگاه حافظ هست به گناه، این که اصلا گناه چیه، چقدر باید انجام میشه و در جامعه چه نقشی داره و اصلا چقدر میشه جلوش رو گرفت و اصلا چقدر باید جلوش رو گرفت. و معتقده بخوام امروزیش بکنم، گناه هم یه چیزی تو مایه باکتری میمونه، یه چیزی تو مایه میکروب میمونه. آیا مثلا خدای عالم قادر نمیتونست یه جهانی رو بدون میکروب خلق بکنه؟ بله درسته مریضی هم میده، اما نقشی هم داره. اصلا شما نمیتونید زندگی رو بدون میکروب ها یا مثلا بدون انگل ها متصور بشید، هر کدومشون در عالم هستی یک نقشی دارن. خدا معتقد گناه هم یه همچین نقشی داره و به همین دلیل هم همه چیز رو به باد طنز و تمسخر میگیره و هیچ گناهی رو زشت‌تر از مردم آزاری نمیدونه، چون شهامت این رو داره که به غیر از این که به مردم آزار برسونه، دست به انجام هر ریسک و گناهی بزنه برای فهم بهتر. جای دیگه میگه پدرم روزه رضوان به دو گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. من فرزند سربراه پدرم نیستم اگر این مسیر رو به همون شکل ادامه ندم، اگر فقط دنبال رسیدن به بهشت باشم. عشق سرلوحه کار منه، آزار نرسوندن به بقیه سرلوحه کار منه، اما از اون ورم مطمئنم که خداوند دو صفت داره که اول عرض کردم خدمتون، غفور رحیم، اون هم بخشنده است هم مهربان، و اگر به من توانای گناه کردن داده صرفا برای این داده که من بتونم برم گناه بکنم و بفهمم، خطا بکنم و ریسک بکنم. و حتی نگاهشم با خدا اینجوریه، من عرض کردم خدمتون حتی اشعار عارفانه حافظم یه جور درد و دل با خداست. نمیدونم شما دقت کردید یا نه، وقتی خودمونی، یه وقتی به مشکل میخورید، آخر شبی قبل خوابی نشستید، یه بگو مگوی با خدا میکنید، به چه نحوی صحبت شما با خدا بند؟ قطعا به نحوی نیست که بوسعید ابوالخیر صحبت میکرد، قطعا شاید به نحوی نباشه که مولانا صحبت میکنه. به دنیای امروزمون نگاه بکنیم، وقتی میرسیم به تنگنا یا حتی نه یک روز نرمال رو سپری کردیم و آخر شب، خیلی بیدلیل ممکنه چند کلمه با خدا صحبت بکنیم، در مغزمون حتی به زبون نیاریمش، خیلی خودمونی صحبت میکنیم. حافظ از این هم خودمونی تر، اصلا گستاخانه صحبت میکنه، شکایت هم میکنه، میگه این چه استغناست یا رب، این چه قادر حکمت است که این همه درد نهان است و مجال آه نیست. همینقدر گستاخانه حتی به خدا شکایت هم میبره، با شکایت میکنه، میگه عادلانه نیست که این همه درد دادید مجال آه کشیدن ندادی، چجوری میشه همچین چیزی؟ چرا این کار رو میکنه؟ به خاطر اینکه میدونه خداوند غفور رحیمه، میدونه خداوند این گناه رو میبخشه. همون ابتدا عرض کردم معتقد نیستش که جرمی رو انسان ممکنه مرتکب بشه که بخشش خدا بیشتر از اون نباشه، لطف خدا بیشتر از جرم ماست. نکته سربسته چه دانی خموش همینه. معتقده اگرم قرار باشه اون دنیا، خیلی عذر میخوام، بابای کسی رو در بیاره خدا، اون کسی که قرار باباشو در بیاره کسی نیست که عشق میورزه به همه و آزاری به کسی نمیرسونه و اگر هم گناهی میکنه بابت شناخت بهتر از عالم هستیست. بابای اون رو در میاره که ریاکاری کرده. در بیت سوم حافظ خودش متحیر از این حالتاش، میگه در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خموشم و او در فغان و در غوغاست. به نکته خیلی عجیبی اشاره میکنه، با توجه به اینکه در ابیات پیشین در بیت قبلی داشت میگفت تبارک الله از این فتنه ها که در سر ماست، لذت هم میبرد از اینکه همیشه در حال جوش و خروش و همیشه در حال کنجکاوی و پرسشگریه، اینجا میگه من اصلا خودم هم حیرت زدم که این چه معمایی که یه جا من میام سکوت بکنم، یه جا من بیخیال میشم، هم یه چیزی درون من قلیان میکنه و به جوشش در میاد، منو دعوتم میکنه به عصیان،
منو دعوت هم میکنه به شورش، منو دعوت هم میکنه به آشوب، منو دعوت هم میکنه به پرسشگری. و جذاب این، چون شما در کل دیوان حافظ یک جا هم نمیبینید که او سکوت کرد، یک جا نمیبینید که با صوفیان و زاهدان را اومده باشه. یعنی همیشه در حال نزاع با اوناست، همیشه در حال جوش و خروشه که بگه شما اشتباه میکنید، شما ریاکار هستید، شما درو هستید. یک جا هم سکوت نکرده. یک نکته خیلی 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 باریکتر از مو این بین هست، خیلی خوب بهش دقت بکنید. داره میگه یه جایی من خسته دلم که ساکت میشم، میخوام خاموش باشم، یه ولوله از درونم انگار فزات جوشش میکنه، از ذات من در میاد. اینجا میخواد به شما بگه که انگار این کنجکاوی متحورانه رو خود خدا در مخلوقش قرار داده و لذت میبره از این، لذت میبره از این که مخلوقش کنجکاو باشه و دنبال فهم باشه و اصلا خطا بکنه و اصلا به واسطه فهمیدن بره و گناه بکنه که ایجاد یک بستر برای فهم بکنه. من همیشه این مثال رو میزنم برای دوستانم، میگم فرض بکنید یک جعبه مداد رنگی 24 رنگ بیارن به شما بدن و شما فارغ از این که نقاش هستید نیستید، اصلا طرحی رو بر یک بوم زدید یا نزدید یا روی یک برگه سفید میخواید نقاشی بکنید، بدن به شما. شما این رو که باز میکنید، اولین رنگی که اصلا به فکر استفاده ازش نمیافتید سفیده، چیزی کاری باش ندارید. ولی کافیه همین رو بیارن بدن به شما، خیلی با احترام تقدیم شما بکنن، بگن که این کادوی شماست، تقدیم به شما، میتونی از 23 رنگش استفاده بکنی، حق نداری دست به سفیدش بزنی. اصلا فارغ از این که شما بلدی نقاشی بکنی، بلد نیستی، اصلا نیازی به اون جعبه مداد رنگی داری یا نداری، بازش میکنی، اول سر مداد سفیدو برمیداری، ببینی چیه که دارن منو نهی میکنن از استفاده از این. و این حس کنجکاوی در شما متبلور میشه و به وجود میاد. حافظ میخواد اینجا ریزبینانه بگه اگر خدا اون روز هم گفت از اون درخت سیب نکند بخور گناهه، میخواست قوه اختیار رو تحریک بکنه و سپس پس از اینکه قوه اختیار تو رو تحریک کرد و تو اون سیب رو کندی و انتخابش کردی، هبوط کردی به زمین، تازه بستر فهم برای تو به وجود اومد. اگر حتی بخواد به دیدگاه مذهبی به این مسئله نگاه بکنه، میگه اونجا لذت میبرد از اینکه اتفاقا انسان این کار رو کرد و از قوه اختیارش و کنجکاویش استفاده کرد. و معتقدم هست کسی که بدون هیچ منظور و توقعی از بقیه، نه از ترس دوزخ و جهنم و نه از طمع بهشت، به واسطه هیچ کدوم از این دوتا، شروع میکنه به عشق ورزیدن به هم نوعان خودش، صد بار شرف داره به کسی که از ترس جهنم یا آتش دوزخ کاری رو برای بقیه انجام میده. و به همین دلیل هم معتقده که این عصیان و شورش لطف خداوند بوده و اتفاقا ازش ممنونم است. به همین دلیل هم در بیت قبلی داشت تشکر میکرد. جای دیگه میگه حافظ مکن ملامت رندان که در ازل ما را خدا ز زهد ریا بی نیاز کرد. در بیت چهارم دست به دامن مطرب میشه، میگه دلم ز پرده برون شد، کجایی ای مطرب بنال هان که از این پرده کار ما به نواست. دلم ز پرده برون شد، یعنی این پرده از راز من افتاد، دلم از پرده بر افتاد، راز دل من آشکار شد. هان هم یک شبه جمله است برای هشدار دادن، تاکید کردن این پرده، یعنی از این پرده. پرده یک اصطلاحی در موسیقی است که نوت ها رو از هم جدا میکنه، اینجا یعنی از این آهنگی که میزنی، از این نغمه‌ای که روی پرده های ساز در حال نواختنش هستی. کار ما به نواست هم یعنی حالمون بهتر میشه. نوا به معنای سر و سامان هم هست، یعنی ما یه ذره سر و سامون پیدا میکنیم در از آوای موسیقی تو. دلم ز پرده برون شد، کجایی ای مطرب. داره میگه اسرار پنهانی من، این جهان بینی و اعتقادات من و این نوع نگاه من به زندگی، این نحوه عشق ورزیدن و عشق بازی من، این آشکار شد. و خب متشرعین و متعصبین احتمالاً بر علیه من شوریدن الان دیگه، منو شروع میکنن تهدید کردن و تکفیر کردن، چون عرض کردم او هیچ پشت در هیچ مرز و مذهبی نمی ایستاد و به هیچ چیز تقدس نمی بخشید، چون معتقد بود تقدس یعنی حکم صادر کردن، تقدس یعنی جلوگیری از نقد،
وقتی شما یک چیز رو تقدس میبخشی و مقدس میشماری، یعنی اصلا دیگه سمتش نمیتونی بری که بهش تردید بکنی یا نقدش بکنی. ایانا خدای نکرد جا میگه این اسرار پنهانی من، این نوع دیدگاه من دیگه پرده بر افتاد، دیگه اواخر عمرش عرض کردم در ابیات بعد میگه دیگه، میگه همه فهمیدن دیگه، الان دیگه من بر علیه من شوریدن. و بعد از مطرب میخواد، میگه بنال هان که از این پرده کار ما بنواز. میگه کجایی مطرب، این لحظات من نیاز دارم به تو، یه چیزی بنواز، شروع به نواختن کن، یه سر و سامانی به دل ما بده، من یه مقدار آرامش پیدا بکنم. جای دیگه هم میگه وصف رخ چماهش در پرده راست ناید، مطرب بزن نوایی، ساقی بده شرابی. و بیت پنجم که اگر نگم زیباترین، یکی از زیباترین ابیاتی است که حافظ برای معشوق ازلی سروده، برای خداوند سروده. عرض کردم او عارف نیست، اما خب میتونه با خدا صحبت بکنه، مثل مکالماتی که همه شما ممکنه در طول روز درون دلتون با خدا داشته باشید. میگه مرا به کار جهان هرگز التفات نبود، رخ تو در نظر من چنین خوشش آراست. التفات این توجه، معنی بیت اینه که اگه تو نبودی مرا به کار جهان هرگز التفات نبود، اگه تو نبودی این جهان با همه زیباییاش هیچ ارزشی بر من نداشت، اصلا نگاش نمی کردم. از برکت وجود توی که همه چیز رو من دارم زیبا و خیال انگیز می بینم. رخ تو در نظر من چون این خوشش آراست. تمام زیبایی های این جهان نمایش و روشنایی و فروغی از رخسار دلربا و زیبای توه. من بارها عرض کردم حافظ اهل عشق ورزیدن بود، حتی به مخلوقات خدا، و معتقد بود چه عیبی داره، اصلا عیبی نداره که شما عشق بورزی، عیبی نداره شما یک محبوب دلربا هم داشته باشی. عشق ورزیدن به او عشق ورزیدن به خداست، اون این زیبایی مظهر زیبایی خداست. خدا او رو اینقدر زیبا خلق کرده، خدا او رو اینقدر زیبا خلق کرده و جلوی دیدگان من قرار نده، اگه قرار داده اگه من نخوام او رو ببینم که این چشم به چه کار من میاد. سعدی در این رابطه ابیاتی رو هم سروده. حافظ خودش در غزل دیگه میگه این همه عکس می و نقش نگارین که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. در بیت ششم در ادامه بیت پنجم میگه نخفتم ز خیالی که میپزد دل من، خمار صد شبه دارم، شرابخانه کجاست؟ خیال پختن یعنی آرزوی چیزی رو در سر پروروندن، امید به چیزی داشتن، فکر به چیزی کردن. خمار هم که این سستی و خمودگی ناشی از ننوشیدن شراب است. میگه نخفتم ز خیالی که میپزد دل من، خمار صد شبه دارم، یعنی خیلی وقت، میگه خیلی وقته که از فکر و خیال عشق معشوق من خواب درست به چشم نیومده و به همین واسطه شراب لازمم، شراب لازم دارم که شاید یه مقدار به آسایش برسم، راه شراب خونه رو به من نشون بدید. جای دیگه میگه زاهد اگر به حور و قصور است امیدوار، ما را به شرابخانه قصور است و یار حور. در بیت هفتم حافظ زاهدان و صوفیان رو به توپ بسته. چون این که صومعه آلوده شد ز خون دلم، گرم به باده بشویید حق به دست شماست. صومعه عبادتگاه صوفیان هست و خب میدونید حافظ نه صومعه میرفته نه مسجد، بنابراین اگر اینجا صومعه رو اضافه کرده به شعر، منظورش خلق یک مضمونه و اتفاقا طعنه زدن به صوفیان که حالا جلوتر عرض میکنم. گرم هم به معنای اگر همه، حق به دست شماست هم ایهام داره که حالا عرض میکنم. حافظ شراب رو حق میدونه. این حق به دست شماست دو معنی داره، یک اینکه شما حق دارید اگر این کار رو بکنید، دو این شراب یک حقیه که در دست شماست، اون موقع تازه حق رو به دست میگیرید اگر جام شراب رو به دست بگیرید. حالا معنی به چی عرض میکنم خدمتتون. به صوفیان رو میکنه، میگه اینجوری که دل من از فریبکاری و ریاکاری شما خونه، انقدر خونالود شده که صومعه شما رو هم خونالود کرده، کثیف کرده، نجس کرده. شما که انقدر به طهارت و نجاست اهمیت میدید، انقدر به پاکی و نجاست اهمیت میدید، والله حق دارید اگه در و دیوار صومعه رو بردارید با شراب بشورید، با باده شستشو بکنید. و این ایهامه اینجاست، یک طعنه میزنه و اونها رو به توپ میبنده بابت این که اگرم میخواید بشورید با شراب بشورید.
شراب خوب تمیز میکنه. منظورش اون میزان کم الکل توش نیست که خوب تمیز میکنه، چون معتقد شراب ریاکاری رو تمیز میکنه، رنگ ریا رو میزداید. و این به همین دلیله که به صوفیان پیشنهاد میده که اگر شما هم مثل زرتشتیان و مسیحیان این باده و شراب رو وارد صومعه بکنید و شروع به باده خاری بکنید، شاید این اندک اندک این یواش یواش این ریاکاری و تظاهر هم بذارید کنار و به پاکی برسید. و از طرفی هم که عرض کردم این هام داره میگه گرم به باده بشوید حق به دست شماست. اگر هم این باده شراب رو وردارید و در و دیوار این صومعه ای که از دست کارهای شما دل من خون شده بود اومدم اینجا رو هم خونی آلوده کردم با باده بشوید، اگر این باده رو در دست بگیرید، تازه یواش یواش دارید یاد میگیرید که حق رو در دست بگیرید و از ریاکاری بپرهیزید. بارها عرض کردم انسان برای ریاکاری، برای دروغ بودن، برای دروغ گفتن نیاز به هوشیاری داره. و حافظ معتقده کسی که مسته نمیتونه دروغ بگه، کسی که مسته راست میگه، چون تعقلش رو اون لحظه نداره برای اینکه بخواد صحنه پردازی بکنه یا ریاکاری بکنه. بنابراین مست هیچ وقت نمیتونه ریاکاری بکنه. به همین دلیل هم به اونها پیشنهاد میده که صومعه رو با باده بشوری. جای دیگه که من عرض کرده بودم تو اون غزل معروف، دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس، میگفت کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا. بیت هشتم بیت بحث برانگیزیه. میگه از آن به دیر مغانم عزیز میدارند، که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست. از آن یعنی از آن رو، به اون دلیل. دیر مغان هم که میدونید عبادتگاه زرتشتیان هست. بس برانگیزه به همین دلیل، به خاطر اینکه حافظ اینجا خیلی با صراحت از تعلق خاطرش به دین زرتشتی صحبت کرده و دین نیاکان ما هست. اما اونایی که دل خوشی از این موضوع ندارن بر این باورن که هر جا حافظ از دیر مغان صحبت کرده محفل انس و الفت و عارفان مسلمانه. نه، اینطور نیست، همیشه اینطور نیست. اینجا خیلی واضح داره راجع به این صحبت میکنه و ابیاتی رو هم دارم که به وضوح در رابطه با این موضوع در اشعار دیگه‌اش هم صحبت کرده. داره راجع به معبد زرتشتیان صحبت میکنه، چون راجع به آتش صحبت کرده، خیلی هم هنرمندانه این کار رو کرده. از ایهام رد شده اینجا، از آتش یک معنی سوم هم گرفته، از دو معنی هم فراتر رفته. داره میگه از آن به دیر مغانم عزیز می‌دارن، یعنی از اون رو در معابد زرتشتیان من یک حرمت و جایگاه ویژه دارم، که اون آتشی که زرتشتیان مقدس میشمرنش، که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست. اون آتشی که زرتشتیان مقدس میدوننش و هیچ وقتم خاموش نمیشه، همیشه در دیر مغان و در آتشکده هاشون بیوقفه روشنه، همون آتش هم بیوقفه و همیشه در دل من بوده و خواهد بود. حافظ عرض کردم از این آتش یک معنی سوم گرفته، این آتش عشقه، آتشی که در معابد زرتشتیان روشن بوده. بنابراین معتقده که این آتشی هم که در معابد روشن بوده، آتش عشق زرتشتیان به اهورامزدا بوده، در صورتی که اعراب در قدیم زرتشتیان رو موحد نمیدونستن و آتش پرست میدونستن زرتشتیان. اما این لفظ غلطی بوده، چون اونها حتی در زمانی که اعراب بت میپرستیدن، اونها موحد و یکتا پرست بودن. داره باز هم علاقش رو در دیوان حافظ به دین زرتشتی نشون داده. آن روز بر دلم در معنی گشوده شد، که از ساکنان درگه پیر مغان شدم. باز هم با صراحت بدون واسطه از تعلق خاطرش و ارادتش به دین زرتشتی صحبت کرده. اما حواستون خیلی به این موضوع جمع باشه که نه من این ادعای کذب رو میتونم بکنم و نه هیچ کس دیگری که حافظ به دین زرتشت گرویده بود. نه خیر، اصلا از این خبرها نیست. بارها عرض کردم حافظ در مرز، در حدود مرزی هیچ کدوم از ادیان و مذاهب و فرق نمی گنجه. اما حافظ این فرصت رو غنیمت شمرده بود از عمرش که با همه فرهنگ ها، با همه مکاتب و با همه مذاهب آشنا شه و به همشون هم احترام میگذاشت، اما زیر یوغ هیچ کدومشون نبود. مکتب او و مذهب او عشق ورزیدن بود. و سلام. جای دیگه میگه من نخواهم کرد ترک لعل یار و جام می، زاهدان معذور داریدم که اینم مذهب است. مذهب من اینه، عشق ورزیدن. در بیت نهم بهتون نشون میده که چرا عرض میکنم در اواخر عمر این غزل رو سروده.
میگه چه ساز بود که در پرده میزد آن مطرب که رفت عمر و هنوزم دماغ پر ز هواست. عرض کردم هم دماغ میتونید بخونیدش هم دماغ، مشکلی نیست. پر ز هوا یعنی پر از امید و آرزو و خیال. ساز هم که آلت موسیقی هست، پرده هم که عرض کردم همون فواصل بین نوت‌های موسیقی هست، این تغییر ارتعاشات بین دو نوت موسیقی. دماغ یا دماغ هم اینجا به معنای بویدن و مشام هست، اما معنای عمیق‌ترش ذهن و مغز هست. میگه این مطربه چه سازی داشت میزد، چه مهارتی داشت. یه مطرب ماهر رو احتمالاً حافظ جایی نوایی از مطربی شنیده بود که بهش روش تأثیر گذاشته بود. میگه این چه مطرب عشق، چه نوایی میزد که من عمرم به سر اومد. اینجا عرض میکنم که در اواخر عمر سروده اینو، من عمرم به سر اومد ولی هنوز این از یاد و خاطره من بیرون نرفته، مشام ذهن من هنوز درگیر نوای این سازه. مطرب عشق میتونه او بوده باشه که این ساز و نواش همیشه در گوش دل عاشقان تنین اندازه. جای دیگه میگه مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد، نقش هر پرده که زد راه به جایی دارد. و در بیت انتهایی بیت دهم میگه ندای عشق تو دیشب در اندرون دادند، فضای سینه ی حافظ هنوز پر ز صداست. پر ز صداست یعنی پر از ندای عشق. دیشب میتونه مثل همیشه که حافظ دوش بیان میکنه در شعرش، منظور دیشب بامداد نزدیک های صبح باشه، چون بارها عرض کرده بودم حافظ اهل سحرخیزی بود و این نسیم سحری که میخورد به صورتش، این باد سبا یک حالت عجیب و غریبی بهش میداد و همیشه منتظر این باد بود که بیاد و پیامش رو به معشوق سوار این باد بکنه و بفرسته بره به دست معشوق برسونه. یا میتونه این دیشب همون روز ازل باشه، مجازن روز ازل باشه که معشوق ازلی خداوند با دستان پر محبتش گل وجود آدم رو داشت با شراب عشق و محبت با هم در می آمیخت. میگه ندای عشق تو دیشب در اندرون دادن، میگه آهنگ عشق و محبت تو دیشب در اندرون من، در ضمیر من پیچیده بود و جاودانه شده بود. فضای سینه حافظ هنوز پر ز صداست. اگر اون دیشب رو روز ازل در نظر بگیریم، میگه با اینکه چندین سال از عمر من گذشته، اما فضای سینه من هنوز از اون نوا و ندایی که در اندرون من، در ضمیر من زنده شده بود، از عشق و محبت تو، هنوز هم پر از شور و صدا و غوغاست. آتش عشق جاویدان در اون دل من مثل یک دیگ جوشان شده. جای دیگه میگفت اگه اشتباه نکنم، در ازل داده است ما را ساقی لعل لبت جرعه جامی که من مدهوش آن جامم هنوز. اگر اشتباه نکنم، حفظ نیستم این بیتش رو. امیدوارم که لذت برده باشید از این غزل. هم چیز بیشتری نمیتونم بگم، غزل بسیار عمیق و بسیار زیبا و نغز بود و اگر علاقه من بودید بهش، خوشحالم میکنید که لایکمون بکنید و اگر نظری هم در رابطه با این دارید که میدونم قطعا نظرهای متناقض زیر این پست میبینم از اون عزیزانی که احتمالاً این تفاسیر به مزاقشون خوش نمیاد و دلشون میخواد مصادره بکنن حافظ رو، شما هم برای من کامنت بذارید که حداقل قوت قلبی هست برای من. و اگر هم کانال رو هنوز سابسکرایب نکردید، لطفاً همین الان کانال رو سابسکرایب بکنید و زنگوله کنارش رو بزنید. و اگر بقیه شبکه‌های اجتماعی ما رو هم هنوز فالو نکردید و سابسکرایب نکردید، لیستش رو همیشه بچه‌ها این بغل می‌ذارن، پایین در دیسکریپشن هم هست. اگر می‌خواستید پیدا کنید به سادگی می‌تونید پیدا بکنید و با یک کلیک جوین بشید درش. و اگر قصد همیاری با مجموعه پرژن پویز شروع دارید، اگر داخل ایران هستید از لینک آیدی پی، و اگر خارج از ایران هستید می‌تونید از لینک پیپال استفاده بکنید. جایی نرید، کلی پست‌های جذاب در پیش هست. و اگر علاقه دارید به دیدن ویدیو در یوتیوب ادامه بدید، در ادامه یه پستی هم بهتون پیشنهاد می‌کنم. به سلامت.